در ولایتی سغد بیماری دلورک ها بین ساکنان زیاد شده است. سبب زود زود تغییریابی آب و هوا و فرارسی فصل سرما می باشد. دکتر دلشناسی مرکزی بیماری های دل و جراحی دلورک های ولایتی سغد عبدالکیم جمعیف میگوید که حالا تمام شعبه بینای دویومی بیمارخانه از بیماران پر است. در چهار شعبه بیش از 100 نفر بیماران بستری شدند که با علت گوناگونی بیماری های دل به تبابت فرا گرفته شدند. بین مراجعت کنندگان اساسا شکایتی ساکنان از بیماری های سکته دل، فشار بلندی شریانی، بیماری های نقصان های مادرزادی دل و خستشوی عصب به نظر می رسد. بنا به گفته دکتران دلشناس، خروج این بیماری ها هم اساسا اول بهار و آخر های فصل تیرما مشاهده می شود، یعنی هنگام آغاز فصل گرما و موسم سرما بیماری های دل زیاد می گردد. روزهای اول بیماری اگر مراجعه نمایم، تبابت و شفایابی بیماران به نهایت آسان میگردد برای ما. اگر در حالت وزنین مراجعه کرده باشند و بسته از حالت بیماران، تا 21 روزه ما بیماران را در همین مرکز معالجه می نماییم. بیماری های وزنین یکی بیماری نامبر شده که برای ما مراجعه می کنند، در اکثر حالت وقتی آریزه های آنها، وقتی آریزه های بیماری پیدا می شد برای ما مراجعه می کنند که این به نهایت در وقتی تبابت، در وقتی معالجه بیماران وزنین می باشد، در خود بیماران نیز اذیت می کشند از این. نورینیسا قاسموی 71 ساله ساکن جماعت دهاتی خستورز ناحیه باباجان غفوروف است و بیماری سکته دل گرفتار شده در شعبه نامرتبی کاری دل بستری گردید. هنگام مراجعت وضع سلامتیش وزنین بود، نفس کشی دشوار داشت و فشار دلش خیلی بلند بود. میگوید که این بیماری دوامی 10 سال اینجانب او را اذیت میدهد. دوامی سال 2-3 مرتبه در بیمارخانه بستری شده تبابت میگیرد، اما امسال بنابر وضع آب و هوا خروجی بیماریش بر وقت شد. من اولی آمدگیم صندوق دلم می سوخت، نهایت نفسم می گرفت، حسلی میش میکردم، فشاری دلم بلند بود، فشاریم دلزنیم نهایت و استوار بود. من همی سیریوس همینجا تبابت گرفته، همش سسکین برقرار شده ایستاده است. برای پیشگیری از بیماری های دلورک ها دختران به ساکنان توصیه می دهند که طرز حیاتی سالم را رعایت کنند. بعدن برطرف کردن کم حرکتی، پرتافتن وزن زیادتی، خودداری نمودن از استفاده نوشاکوی سپیرتی و تماکو شخص را از گرفتاری به بیماری های دل امین نگاه می دارد. در عکس حال یا خود هنگام سری وقت به دختر مراجعه نکردن، آریزه های بیماری دل خطرناک بوده، حتی شخص را به مرگ روبرو می کند. سری وقت تابعت نکردن که آورده میرسند به مرگ نابهنگامی یا و دیگر آریزه هاست که آدم را معیوب میگردوند، آورده میرسند. یعنی اینسول، اینفارکت، گویا گنگرینی پای ها، کفیدنی پرده های چشم، گوش وزنینی، تا حتی خوشبی گرده ها و غیره و غیره دیگر بیماری که هنگامی اجرا نکردنی توصیه های طبیبان خواه اویلوی و خواه مرکزی استاسیونری گویم، اگر به همین آریزه ها آورده میرسانند و یکی از اساسی آنها گویم، اگر بیماری که تماما هب ها یعنی تبلیت که ها استفاده نمیبرند، این مرگ نابهنگامی آورده میرسانند. دکتران دلشناس تاکید میکنند که بیماری های دل بین ساکنان اساسا بعد از سن 45 سالگی به نظر میرسد. تشویش آورش در آن است که سالهای آخر گرفتاری به بیماری های دل بین جوانان هم به مشاهده میرسد. مثلا دوامی سال جاری بین مراجعت کنندگان از حساب جوانان حتی سکته دل به قید گرفته شد. سبب اساسی این درست به راه نماندن طرز حیاتی سالم و کم حرکتی بین جوانان محسوب می شود. تبابت بیماری های دل باشد طبق اطلاع طبیبان وابسته از سن و سال و حالت بیمار از تا 21 روز رو در بر میگیرد. سببی فشار بلندی من از عصب میگن طبیبا توصیه دادن که خوراکای خمیرین، خلسترین دار، گوشتین های استفاده زیربان استفاده نبریتون گفتن. بسیار تر ترمیه و کبوتی آب جوشاندگی های استعمال کنتون گفتن. امروز خودم رو نقصیست میکنم، ها فشارم همش جوشنده، سلامتیم بهتر شده گی. بنا به اطلاع دکتران دلشناس، تنها دوام 9 ماه سال جاری در مرکز بیماری های دل و جراحی دل و رگ های ولایتی سغد 5626 نفر با علت بیماری های گوناگون دل بستری شده تبابت گرفتند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته بیش از 150 نفر زیاد می باشد. سبب زیاد شدن بیماری های دل بین ساکنان را دکتران به رعایت نکردن طرز حیاتی سالم و کم حرکتی و پرخوری وابسته می کنند.
گزارشی فرزانه شمسی و سید مختاری سید انور برای برنامه تلویزیونی خبر.